گنجینه حدود 2 سال برای فعالیتش کار شده. کارگروهی که توسط شورای خلفگری معرفی شده بود حدود 2 سال کار کرده که این گنجینه آماده بشه. ساختمان تقریبا مال اواخر قاجاره و تا سال 2004 یتیم خانه ارامنه بوده. ساختمان از سال 1958 تا 2004 به عنوان یتیم خانه ارامنه جلف ازش استفاده می شده و از 2004 به این طرف برای اینکه دیگه خالی از بچه بوده و ما بچه بی سرپرست و بد سرپرستی تو اصفهان نداشتیم، بنا برای آموزشگاه موسیقی و اجرای دستکورهایی که دو دستکوری که به اسم گومیداس و داتف داریم از محل تمرین این دو تا گروه بوده و 2 سال پیش تصمیم بر این شده که اینجا رو تغییر کاربری بدم، مرمت کنم بنا رو و به عنوان گنجینه موسیقی ازش استفاده بکنم. گاشتاب ناقوس چوبی بوده که با استفاده از تاکاقاب ضربه روی اون میزدن و در هنگام شب راهبه ها رو برای دعای شب دعوت میکردن. در کاترینه مقدس در جلفا اینو یکی از مکانهای قدیمی بوده که از این وسیله در اونجا استفاده میکردن. ناقوس یه شیه تو خالی بزنه که بیشتر برای دعوت شهروندان به کلیسا و همچنین اعلام خطر و هشدار به کار برده میشد و مثلا در زمانهای بلایای طبیعی یا جنگ از اون استفاده میکردن که همچنین اهمیت فراوانی داشته و یا صنعتگران جلفای اونها رو میساختن یا از هندوستان وارد میکردن این ناموس. اینجا کارگاه سازسازیه که در واقع واقع در گنجینه موسیقی ارامنه هستش و بازسازی سازهای باستانی و در واقع ساخت سازهای ایرانی مثل سه‌تار، تنبور، شورانگیز، عود، بربط و چنگ. مثلا این ساز چنگ ارجان هست. ارجان در واقع اسم گذشته بهبهان خوزستان هستش. این ساز تنفسازی که هم به صورت نقل کوبه این نواخته میشه، هم به این صورت به من ایستاده میزن.